داری میری؟ برم پیش داداش کمان براش توضیح بدم، شاید تو پیدا کردن علی بهمون کمک کنه. منم بیا. نه نه لازم نیست، تو پیش عثمان بمون، زود برمیگردم. خدا ازت راضی باشه دخترم. خدا آجا شیه، آجا شیه، آجا شی. میدونم خیلی سخته، ولی منم به اندازه تو سختی میکشم، چون من اشتباه کردم نه تو. البته اشتباه هم نیست، فقط یه سوء تفاهمه. در واقع احساسات تو، یعنی احساساتت به عنوان یه مرد، خب خیلی طبیعیه، در ضمن خیلی هم خوبه. تو نباید اصلا خجالت بکشی. هر مرد و هر زنی این احساس رو دارن و باید داشته باشن مته. فقط درستش اینه که احساسات زن و مرد نسبت به هم حتما دو طرفه باشه. این یعنی اینکه هر دو به هم به یه اندازه احساس داشته باشن. انگار الکی دارم حرف میزنم. سن و سال تو دانش آموزا عاشق معلماشون میشن، البته فکر میکنن که عاشق شدن. فقط محصلای پسر نیستن، محصلای دخترم همینطوری هن. البته همه معلما هم اینو میدونن و خودشونو آماده میکنن، ولی من نتونستم درکت کنم. این اشتباه منه، میفهمی؟ تو هیچ گناهی نداری، لازم نیست خجالت بکشی. میگذره، همه چی میگذره. بعد تو دختری که از نظر سن و احساس مناسبت باشه پیدا میکنی و عاشق میشی، اونم عاشق تو میشه. بعدش هم این روزا مثل یه خاطره خوب تو ذهنت میمونی. چرا به صورتم نگاه نمی کنی؟ جمیله؟ سلام داداش. سلام. کیه کمال؟ جمیله. چی شده؟ علی رفته. رفت؟ کجا رفت؟ نمیدونم، از خونه گذاشت رفت، ما نتونستیم پیداش کنیم. اگه تو هم دنبالش بگردی حتما حوصله‌اش سر رفته رفته بگرده. تو نگران نباش، مرد بزرگیه، شاید رفته بیمارستان، من میگردم دنبالش، تو نگران نباش. ممنونم. دست از سرمون بر نمیدارن. کار دستمون دادن.
اون مرده، یعنی وقتی داشتم میخوندم، وقتی اومده بودم دم خونتون، یه مرد پشت پنجره بود. اون کی بود؟ اون نامزدمه. عاشقته؟ آره. تو چی عاشقشی؟ میدونه که منم عاشق تو هم. وقتی آهنگ میخوندم منو دید، عصبانی نشو؟ اونم معلمی، اینجور اتفاقا رو میفهمه. اون تو رو که ندید، سایه یه نفر رو دید که تو تاریکی داشت میخوند. اگه تو رو ببینه نمیشناسه. عاشق منی؟ من که بهت گفتم، توضیح دادم، این عشق واقعی نیست. ولی من فقط یه بار عاشق شدم و به نظرم این عشق واقعی. میای مدرسه مگه نه؟ اگه نیایی من خیلی ناراحت میشم. نگران نباشی، من شما رو ناراحت نمی کنم. بریم مدرسه. به چی فکر میکنی؟ به این که اگه عاشق دختری شدم، کاش که اون دخترم عاشقم شه. ولی وقتی تحمل عشق یه طرفه انقدر سخته، عشقی که واقعی باشه و دو طرفه باشه، با آدم چی کار میکنه؟ جمیله، چی شد؟ به داداش کمال گفتم. خب، چی گفت؟ گفت پرسجو میکنم. خب، یکم صبر کنیم، من بازم از داداش کمال میپرسم. دنبالت نمیگردن کاپتان؟ نگرانت نمیشن؟ من از همه فرار کردم، دیگه پشت سرم هم نگاه نمیکنم. کجا؟ باید برم دانشگاه. این خیلی برات خطرناکه. باید برم. اما این نه فقط برای تو، برای دیگران هم خطرناکه. اینو میفهمی؟ آره؟ باشه، خودم حواسم هست. رفتنت کار درست و عاقلانه ای نیست.
اگه بدونی چی شده. چی شده؟ تو رو خدا منو دق نده، بگو. رفتم خونه احمد. خب؟ فقط میخواستم حرف بزنم، ولی پلیس ریختن تو خونه. وای شانسو ببینم. خب؟ تو خونه یه خانمم بود. خب بعد؟ معذرت میخوام آیدا. پلین چه شده بود؟ بشین بشین. اگه بدونی چیا شده. چی شده؟ پلین رفته خونه احمد. خب بعد؟ تعجب نکردی؟ حسودی نکردی؟ چه میدونم حالا، بی خیال. خب بعدش؟ کلی پلیس ریخته تو خونه. ای بابا. ولی کاری نکردن، یعنی فقط شناسنامش رو کنترل کردن و گذاشتن رفتن. ببینم پلیسا احمد رو دستگیر نکردن؟ نه دستگیرش نکردن، اما مثل اینکه وقتی داشتن شناسنامه هاشون رو کنترل میکردن یه چیزی معلوم شده. چی معلوم شده؟ تو خونه احمد یه زن فلسطینی زندگی میکرده. خب اون زنه زن احمد بوده دیگه، یعنی پلین قبالی ازدواجشون رو دیده. چه خوب. میبینم که خیلی ناراحت شدی. دیدی احمد یه دروغگوی قهاره؟ کسی که برای به دست آوردن دختره جوان بهشون دروغ میگه، کسی که در آن واحد دو تا زن رو تو مشتش نگه میداره، متأهل بودنش هم پنهان میکنه. بیچاره، خیلی متاسفم، نمیدونم با اینجور آدم رو باید چی کار کرد. چیه؟ خیلی بیشرفی هاکان. من؟ اون احمد شارلاتانه، بعد تو به من میگی بیشرف؟ خدایا، در کردن زنا واقعا کار سختیه. بعد مته اومد تو حیات وایساد، ماندولینش هم اینجوری گرفته بود دستش. خب شروع کرد به ماندولین زدن و آواز خوندن. تو ماه منی. تو خورشید منی. تو ماه منی. بیا بیا ساد، چی کار میکنی؟ درست همون موقع پنجره باز شد. مته احمق فکر میکرد پنجره رو اینجا باز میکنه. چراغا که روشن شد همه جا نورانی شد. پشت پنجره یه مرد بود. اینجا اونجا نبود. مته مثل چی اونجا مونده بود؟ اینجوری شده بود. نگاه که اینجوری. خب بشو آشغالی کسافت. مته چرا باید اون کارو بکنه؟ باره بابا داشته طرفداری نکن، خودم دیدم میره زیر پنجره خانم معلم آواز میخونه ماندولین میزنه، چون مته عاشق خانم معلمه، فهمیدی؟ برو بابا میمونه بد ترکیب. تو به فکر خودت باش، دروغگوی عوضی. تو میترسی باهاش روبروشی پشت سرش چرت و پرت میگی. حق باز. اینطور نیست، من چرت و پرت نمیگم، با چشای خودم دیدم. مته خانم معلم ها دوست داره. آها ببین، با چشای خودتون ببینید. کدوم چرت و پرت؟ من چه دروغ گفتم؟ معلمم این کار است. حالا بازم بگید من چرت و پرت میگم. تو مثل یه ماه میمونی، تو مثل خورشید میمونی.
ماه منی، خورشید منی، ماه منی، خورشید منی. چیزی نپرسیدم. آقای مدیر ببینید، خانم معلم الان وقتش نیست، جلوی بچه ها نمیشه. اینو ببرین. تو هم پاشو، پاشو بینم. مرخص شده میدونم، ولی شاید برگشته باشه بیمارستان برای چکاپ. سکته قلبی کرده بود. آه که اینطور، پس نمیدونیم. برای چکاپ هم نیومده. بیاد شما میفهمین نه؟ باش پس اینطور. ممنون. الان از کجا پیداش کنم؟ من پلیسم. اداره پلیس، ما یه گم شده داریم. بگو ببینم. مته، پس اینطور، تو بگو. خب آیه مدیر، من و دوستام تو حیات با هم حرف میزدیم، میخندیدیم. این مته اومد به ما حمله کرد. من کاری نکردم، اون به حمله کرد، منو زد. راست میگه؟ حرف بزن، چرا ساکتی احمق؟ گمشو برو بیرون، گمشو. این مسئله اینجا تموم نمیشه، این دفعه نمیبخشمت. بهت نشون میدم
گام شماره بیرون. خب فقط اینا بود؟ چیزی میخواستی بگی؟ یه چی هست اما بگو. راستش خجالت نکش بگو. مت قبل اینکه به من حمله کنه وارد حیات مدرسه شد، یعنی اب بیرون اومد. خب دیدم که اب بیرون با هم اومدن. منظور چیه؟ با کی اومد؟ با خانم معلم. خب مگه چی میشه اگه با هم بیان؟ چیزی نشده، ولی من با چشای خودم دیدم اون روز عصر خانم معلم، یعنی تو حیات خونش، مته و خانم معلم. برو بشین اونجا ببینم. زود باش. یواش یواش بگو، یکی یکی، عجله هم نکن. الو الو داداش کمال. جمیله تویی؟ منم. نگران شدم. برای علی نگرانم. به بیمارستان زنگ زدم، اونجا نبود، اونجا نرفته. مجبور شدم یه کارای دیگه بکنم. چی؟ به پلیس خبر دادم، گفتم گم شده. اونا هر کار لازم باشه میکنه، تو نگران نباش. پس اینطور. خیلی خوب، باشه، ممنون. جمیله آقا خودشو تکونم نمیده. آقا کمال به پلیس خبر داده. پلیس. جمیله چه کاری بود کردی؟ کارولی تصادفی بود. الو. سلام کمال، من کارولینم. سلام کارولین. وقت بعدی که مزاحم نشدم. نه داشتم میرفتم. من زود قطع میکنم، میخواستم فقط از علی خبر بگیرم، نگرانشم. علی خوبه، خیلی خوبه، اصلا نگران نباش، خیلی خوبه. تو خونه شما میمونه نه؟ آره خونه ماست، جای دیگه ای نداره که بره، خونه ماست. منو نریمان ولش نمیکنیم، خیلی خوبه، حالش خیلی خوبه. نگران نباش. خوشحال شدم. میبینمت، خدا حافظ. به سلامت، به سلامت. ای داد بیداد. بیا تو. منو خواسته بودین آقای مدیر؟ بله اینجا خانم، بفرمایید. بفرمایید بشینین. دلیل این که شما رو صدا کردم اینه که پشت سرتون یه حرفایی میزنن. چه حرفایی میزنن؟ چطوری بگم؟
میگن که به بعضی از دانش آموزا بیشتر از بقیه توجه میکنین. کی اینا رو گفته؟ اینطوری به گوش من رسیده. هر کی هست در مورد هر کسی میتونه هر حرفی بزنه. مته کجا؟ میره کجا؟ نمیدونم. خونه. یعنی مجبورم تو مدرسه بمونم یا دیوونه میشم یا چند نفر رو میزنم. آیلین، همه به هم مثل احمقا نگاه میکنن. خودم هم میدونم که احمقم. تو چرا اینجا بایستدی؟ تو رو هم صدا کرد؟ نه، منو صدا نکرده. چی شده؟ خانم معلم، وقتی داشت میرفت تو اتاق مدیر دیدمش. نمیدونم، همینجوری وایستادم. من میخوام از زبون خودتون این موضوع رو بشنوم. به خاطر همین میخواستم باهاتون حرف بزنم. من مجبور نیستم واسه حرفای بی خود یه شخص ناشناس جواب پس بدم آقای مدیر. این حرفا خیلی جدیه خانم معلم. من کار بدی نکردم. شنیدم با متر رابطه‌ای به غیر از رابطه معلم و شاگرد دارین. اگه این حرفا درست باشه؟ واقعا که اینا چرت و پرت، همچین چیزی امکان نداره. من تو زندگی خیلی چیزا دیدم خانم اینجا، چه غیر ممکنایی که ممکن میشه و چه ممکنایی که غیر ممکن میشه. منو ببخشین ولی هر حرفی که میشنوم و باید جدی بگیرم. من مدیر این مدرسه هستم، نسبت به بچه ها مسئولیت دارم. منم همینطور. منم وظایف و مسئولیت هایی دارم و از پس همشونم برمیام. در مورد این موضوع نمیخوام دیگه حرفی بزنم. اگر مشکلی دارید به آموزش و پرورش شکایت کنید. مطمئن باشین همین کارو میکنم خانم اینجا. چیه؟ پولم تموم شد به خدا. نیست، تموم شد، تموم. ولی تو پول زیاد داری. نه خیر، تو هم به اندازه من پول داشی. مساوی تقسیم کردیم. الو، کسی چیزی نگفت؟ کسی حرفی نزد؟ مساوی تقسیم کردیم؟ نه خیر، مساوی نبود. دو سال حبس رو من کشیدم ولی تو فرار کردی. تو این وضعیت پول مساوی تقسیم کردن
بی‌عدالتی نیست؟ البته که بی‌عدالتیه. الان باید این بی‌عدالتی رو جبران کنم. من سهممو خرج کردم، پولی ندارم. درسته، ولی مهم اینه که کجا خرج کردی. میدونی چیه؟ من سهم خودمو تو قمار از دست دادم. بقیه‌شم پلیس وقتی دستگیرم میکرد ازم گرفت. اما تو واسه خودت خونه خریدی، ماشین خریدی، سرمایه داری، حالا حتما کلی هم پول تو بانک داری. تو قمار بازی کردی؟ خب نمی کردی، پس انداز می کردی. تو چه کارایی که نکردی؟ واقعا برات متاسفم. نامردی نکردم، اسمتو به پلیس ندادم. اگه می دادن تو هم مثل من می رفتی تو زندان، مثل من سابقه دار می شدی، یه گوشه همین جوری می موندی. البته می دونم که محبت منو بی جواب نمی زاری. چقدر میخوای؟ 100,000. ولی این پول خیلی زیادیه. من این همه پول ندارم، از کجا بیارم؟ 100,000 فلان. من ندارم. پولو حاضر کن، بهت زنگ میزنم. زبان ترکی چقدر خوب شده، دیگه مثل من حرف نمیزنی. ببین، من یک گرجیم، سالهام تو ترکیه موندم، تو آنکارا، استانبول. با خودم فکر میکنم ترکیات گرفتنم به تعداد تمام ستاره ها طول کشید. چی میگی تو؟ با خودم فکر میکنم که سالای ترکیه یاد گرفتنم خیلی طول کشید. ولی تو؟ زبون به زبون نخوره نمیشه یه زبون یاد گرفت. ببین کی داره میاد. سلام. سلام احمد. دنبال پلین میگردم. یکم پیش اینجا بود، رفت. شاید رفته دانشگاه. ممنون. اونجوری نگام نکن، غیبت میکنم ولی به هیچ وجه دروغگو نیستم. Thank you.
دقیقه منتظرم باش. سلام. چرا اومدی اینجا؟ باید باهات حرف بزنم. اگه دفعه پیش فرار نمی کردی حرف می زدیم. فرار نکردم، مجبور شدم برم. می تونیم در موردش حرف بزنیم. کنجکاو شدم ببینم چی میگی، ولی نمیتونم باهات بیام، داداشم منتظرمه. لطفاً یه کاریش بکن. این کیه؟ من میرم خونه، نگران نباش. امروز حوصله دعوا ندارم. به این مرتی که بگو اذیتت نکنه، اگه اذیتت کنه خودم میکشمش. دقیقا همینا رو بگو، مواظب باشه. عصبانی نشدی؟ فکر میکنی من نمیفهمم عشق چیه؟ پلین ببین چی میگم، به حرفم گوش کن. برو با زنت حرف بزن، اون به حرفات گوش کنه. پلین دست از سرم بردار. تو کی هستی؟ کی هستی هان؟ ولم کن. به چه حقی اومدی تو زندگیم؟ شنیدی چی گفت؟ ولش کن، تو دخالت نکن. به نظرم تو دخالت نکن. با تو بعدن حرف میزنم. پلین Het huis is in goede staat. De buurt is mooi. Wat vraagt u voor het huis? Wat levert het op, denkt u? 30.000 florin. 40.000. Dat is te hoog. Dan raken we het niet kwijt. $35.000. Laat het proberen.